ماونت گاکس یا مخففش ام تی گاکس یکی از اولین و بزرگترین صرافی ارز دیجیتال بیت کوین بود که دفتر اصلیش تو شهر توکیو ژاپن بود. جالبه بدونیم که استارت این صرافی رو جیت مکالب داده، کسی که بعدها تو ساخت ارز دیجیتال XRP نقش مهمی بازی کرد و پروژه بلاکچین استلار رو چند تا پروژه دیگر رو هم تأسیس کرد. از اون جالبتر اینی که اصلاً ایده ای اولی امتیگاک صرافی نبوده، در اصل یه پلتفرمی بوده برای خرید و فروش کارت‌های یه بازی به اسم Magic the Gathering. اون زمان تو شرق آسیا این بازی خیلی طرفدار پیدا کرده بود و بازیکن‌ها میتونستن کارت‌هایی که میخوان و تو این سایت بخرن یا بفروشن. اصلاً اسم ماونت گاکس هم برگرفته شده از همینه، Magic the Gathering Online Exchange. سال 2011 یه سرمایه گذار فرانسوی به اسم مارک کارپلس که پتانسیل امتیگاکس رو میبینه تصمیم میگیره این پلتفرم رو بخره و تبدیلش کنه به سایتی برای خرید و فروش بیت کوین. یه مدت کوتاهی بعد از این اتفاق خرید و فروش یا ترید بیت کوین برای کاربرای دنیا خیلی راحت تر از همیشه میشه و با فاصله کمی ازش قیمت بیت کوین هم افزایش پیدا میکنه. امتیگاکس تبدیل میشه به محبوب ترین صرافی برای معاملات بیت کوین. تا چند سال به نظر می رسید که همه چیز داره خوب پیش میره، تا اینکه خیلی ناگهانی و بدون هیچ اطلاعیه قبلی سایت صرافی از دسترس خارج میشه. اون زمان مثل الان نبود که صرافی 2 ساعت بخواد تعمیر داشته باشه از 2 هفته قبل تو همه شبکه‌ها اطلاع بده. اون زمان شب میخوابیدیم صبح بیدار میشدیم می‌بینیم یه صرافی جمع کرده، یا اینکه میگه دیگه حال نمی‌کنم بیت کوین‌ها رو به مشتری‌ها بدم، یا اینکه هک شده. خلاصه اون زمان برای ارزهای دیجیتال اوضاع خیلی متفاوت‌تر. بعد از چند وقت کاشف به عمل اومد که صرافی 2 سالی هست که هک شده و 850 هزار بیت کوین به سرقت رفته که بزرگترین هک تاریخ بیت کوین از لحاظ تعداد تا همین امروزه. با توجه به قیمت حدود 500 دلاری بیت کوین تو اون زمان، چیزی حدود 450 میلیون دلار از دارایی کاربرا به سرقت رفت. صرافی امتیگاکس که نمیتونست پول کاربرا رو پس بده، رسما اعلام ورشکستگی میکنه. طبیعتاً اولین مظنون مارک یعنی صاحب صرافی بود که 25 هزار تا طلبکار عصبانی داشت که همه‌شون پولشون رو می‌خواستن. این اتفاق شاید یکی از سخت‌ترین حادثه‌های تاریخ بیت کوین بوده. اصلاً شرایط اون زمان بیت کوین رو با الان نمیشه مقایسه کرد. برخلاف الان، اون زمان بیت کوین هیچ مشروعیت یا طرفدار بزرگی نداشت و اصلاً معلوم نبود که چه آینده‌ای میتونه داشته باشه. این هک بزرگ و کاهش قیمت شدید بیت کوین باعث شد که مثل صدها بار دیگه در تاریخ بیت کوین بعضیا این اتفاق رو به عنوان پایان کار بیت کوین بدونن و مرگ بیت کوین رو پیش بینی کردن. اما بیت کوین بیدی نبود که با این بادا بلرزه. تا چند وقت بعد از این اتفاق، با اینکه مارک مظنون شماره 1 بود و خیلی ها فکر میکردن که هک صرافی کار خودشه، اما به طور رسمی به چیزی متهم نشده بود تا اینکه سال 2015 مارک رو دستگیر میکنه. با اینکه هنوز معلوم نشده بود که کی بیت کوین ها رو دزدیده، اما مارک به اتهام دستکاری اموال و دستکاری اطلاعات سایت دستگیر میشه. وقتی دوران محکومیت شروع میشه، اعتراف میکنه که یه رباتی به اسم ویلیبات طراحی کرده بوده که بتونه بدون اجازه از کاربرا از داراییاشون تو خود صرافی استفاده کنه و ترید انجام بده. به نظر میرسید که بعد از هک میخواسته یه جوری اون ضرر بزرگ رو جبران کنه، منتها با پول کاربرا. تقریبا برای 1 سال تو سلول انفرادی بود و برای ماها از صبح تا شب تحت بازجویی شدید بود تا بلکه بتونن ازش اقرار بگیرن. خودش میگفت که نمیتونه به کاری که نکرده اقرار کنه و شواهد هم نشون میداد که انگار هدفش از دستکاری دارایی ها برگردوندن پول کاربرا بود. از این ماجرا گذشت تا اینکه سال 2017 پلیس آمریکا یه مرد روس رو به اسم الکساندر وینیک که خودش مؤسس صرافی BTCE بود رو دستگیر میکنه. شما فقط ببین پلیس آمریکا رو، هک صرافی تو ژاپن اتفاق افتاده، متهم تبعه روسیه که برای تعطیلات رفته بود یونان، پلیس آمریکا هم چون تو روسیه دستش بهش نمیرسید سب کرده تا از روسیه خارج بشه و همونجا تو یونان دستگیرش میکنه. تو تحقیقات پلیس مشخص شده بود که هک صرافی امتیگاکس اصلا کار ساده‌ای نبود و هکرها هم دانش بالایی در مورد بیت کوین داشتن، هم کاملا به انواع روش‌های هک مسلط بودن و با ترکیب این روش‌ها بود که تونسته بودن همچین نقشه‌ای بچینن. پلیس به لطف تراکنش‌های آنچین بیت کوین شواهد مستدلی داشت که تقریبا 300 هزار تا از بیت کوین‌های دزدیده شده امتیگاکس مستقیما رفته به کیف پولی که ونک مدیریتشون می‌کنه.
اما ونک هک صرافی رو انکار میکنه و گفت که بیت کوین ها رو دو تا از همکاراش یعنی الکساندر ورنر و الکسی بولوچینکوف که مسئول توسعه فنی صرافی BTC بودن به کیپ پولش واریز کردن. با اینکه ممکنه این حرفش درست باشه ولی قطعا نمیتونسته اتهام پولشویی رو دیگه انکار بکنه، چون آدرس کیف پول آدرس کیف پولی بوده که خودش بهشون داده. هرچند اون دو نفر چون تو روسیه بودن هیچ وقت دستگیر نشدن. اینم تو پرانتز بهتون بگم که زمان فروش ارزهای دیجیتالتون همیشه باید مراقب این باشید که پولی که قراره به حسابتون واریز بشه، حالا چه ریال چه دلار، باید پاک باشه و دزدی نباشه. تو زمان خرید ارزهای دیجیتالتون هم حتما حواستون باشه که ارزهای دیجیتالتون منبع پاک و مطمئنی داشته باشه. بعد از دستگیری متهم جدید، فشار و سوء ظنی که روی مارک کورپلس بود یکم کمتر شد. چند روز بعد از اینکه ماونت کاک ورشکسته شد، مارک رفت سراغ کیف پولای قدیمی بلکه بتونه حداقل بخشی از این ضرر بزرگو جبران کنه. تو اوج ناامیدی شانسش زد و کیف پولی پیدا کرد که توش 200,000 تا بیت کوین بود. خوشحالیش مثل کسی بود که تو جیبش دنبال یه 5 دلاری میگرده ولی یهو یه دونه 100 دلاری پیدا میکنه. با این فرق که مارک صدها برابر خوشحال‌تر. سال 2017 با رشد شدید قیمت بیت کوین ارزش هر بیت کوین برای اولین بار از 2000 دلار میگذره و حتی بالاتر هم میره، طوری که ارزش این 200,000 بیت کوین به چند میلیارد دلار میرسه و حداقل از لحاظ دلاری به مراتب بیشتر از پولی میشه که به طلبکارا بدهکار. از اونجایی که صرافی تو ژاپن اعلام ورشکستگی کرده بود، طبق قانون ژاپن هر پول مازادی بر طلب طلبکارا به خود مارک میرسید. به نظر میومد که یه جوری در حق طلبکارا نامردیه، چون اونا بیت کوین داشتن و قاعدتا باید بیت کویناشون بهشون برگردون نمیشد. اما با این حال خود مارک هم گفت که به هیچ وجه دلش نمیخواد سهمی از این بیت کوین ها یا مبلغ دلاریشون داشته باشه، چون خوب میدونست که حتی اگه یه دلار هم از این پول برداره، اولا کلی ازش تو کشورهای مختلف شکایت میشه، دوما طلبکارای عصبانی که بیت کویناشون از دست داده بودن آروم نمیگیرن و ممکنه به نحوی اذیتش کنن. بعد از گذشت حدود 10 سال همچنان سرنوشت 650,000 بیت کوین سرقت شده معلوم نیست. مارک فکر میکنه که بیت کوین سرقت شده دیر یا زود از کیف پولهای هکر را پیدا میشه. از من بپرسید، به نظرم اصلا بعید نیست که دولت روسیه تونسته باشه هکرها رو بگیره و بیت کویناشون رو مصادره کنه. مارک که مجبور بود برای سالها نفرت و خشم مشتری امتیگاکس رو تحمل کنه، تو یکی از مصاحبه‌هایی که انجام داده بود گفته بود که هیچ خواسته‌ای نداره مگر اینکه بتونه به نحوی مشتری‌ها و طلبکارا رو راضی کنه و بتونه دوباره به زندگی عادیش برگرده. حالا تو سال 2024 بعد از سال‌ها کاغذبازی و وعده وعید، به نظر میاد که مشتری امتیگاکس میتونن بالاخره به پولشون برسن. درسته که بخش زیادی از بیت کویناشون از دست رفته و فقط 1/5 از بیت کوینایی که داشتن بهشون برمیگرده، ولی به لطف افزایش قیمت بیش از 100 برابری بیت کوین و اجبارشون برای صبر کردن، همشون سود خوبی رو تجربه کردن و حسابی خوشحالن. یه جوری توفیق اجباری شده براشون. از اون 200,000 بیت کوینی که پیدا شد، قراره که امسال چیزی حدود 160,000 بیت کوین بین مشتری‌ها تقسیم بشه. با قیمت 55,000 دلار حساب بکنیم میشه چیزی حدود 9 میلیارد دلار. سایه سنگین فروش بیت کوین های مشتری امتیگاکس یکی دو سالی هست که رو سر بازار، و هر وقت که خبر جدیدی از توزیع این بیت کوین ها میاد قیمت کم میشه. چیزی که معلومه اینه که خیلی به زمان توزیع این بیت کوین ها نزدیک شدیم، و هر چقدر هم که باعث بشه که قیمت کم بشه، ولی در نهایت بسته شدن این پرونده در بلند مدت به نفع بیت کوینه. با اینکه قیمت ممکنه تو کوتاه مدت و در اثر این فروش بریزه، ولی تو بلند مدت به نظر میرسه که بیت کوین به خاطر ویژگی‌های خاص و نابش به سمت بی‌نهایت و فراتر از اون میل بکنه. خب اگه این ویدیو براتون جالب بود، ممنون میشم که با لایک کردن و شیر کردنش به من انگیزه بیشتری برای ساخت ویدیو بهتر بدید. میتونید کانال و گروه تلگرام کریپتو فارسی رو دنبال بکنید و از اونجا اخبار مربوط به ارزهای دیجیتال و ترید رو مشاهده کنید. مرسی از اینکه تا اینجای ویدیو با من همراه بودین. تا ویدیو بعدی، خداحافظتون.